سید ارباب کجاست؟ جلوتره. تقاضای ما از رئیس جمهور آینده این است که حقابه سیستان را از دولت افغانستان مطالب کند. آقای رئیس جمهور، پول ما خیلی بی‌ارزش شده. ایجاد شغل برای جوانان. سیستان پر است از مطهری ها و رئیسی ها. کشور مادر هممون است. ما با سازش پذیرایی کنیم. این یک نوع پذیرایی است که پای صندوق های رای. این یک وظیفه شرعی است. با اومدن در انتخابات ان شاء الله بدین رای رئیس جمهور شهید باید ادامه بدین. برای داشتن آینده بهتر برای هممون، برای بچه‌هامون. حضور من دبیت به خاطر وی که چاوی دشمنان اسلام شعر بکین. هر رای ما تیری بر چشم دشمن است. من در انتخابات شرکت خواهم کرد برای رشد و ارتقای کشورمون. من تو انتخابات شرکت می‌کنم چون یه وظیفه ملی می‌دونم. جناب آقای زاکانی، وقت بخیر، خوش آمدید به بدون تعارف. ممنون. فقط حقوق هیئت علمی دانشگاه من میگیرم، دانشگاه علوم پزشکی تهران. خونه ای هم که دارم یه خونه ایست که از دهه 80 خریدم و در واقع تو دهه 90 با دو مادامون و بچه هامون پولان رو هم ریختیم ساختیم. ماشینم ندارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها و آقایان سلام، شبتون بخیر باشه. فرارسیدن شب میلاد با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام بر شما مبارک باد. خوش آمدین به خبرهای امشب. در کمتر از 12 ساعت مانده به پایان مهلت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، از آخرین فرصت‌ها برای تأکید بر برنامه‌هایشان و جلب آرای مردم استفاده می‌کنند. از نشست در ستادها تا سفرهای استانی فشرده در شامگاه ششم تیر ماه. خبرهای این گزارش بر اساس زمان وقوع رویداد و حجم برنامه‌های نامزد هاست. تراکم برنامه‌های شش نامزد ریاست جمهوری در ساعات منتهی به پایان زمان تبلیغات. صبح امروز آقای مسعود پزشکیان وارد مشهد شد. در بعد به ورود به حرم مطهر امام رضا علیه السلام رفت و در مزار شهید رئیسی حاضر شد. در ادامه برای حضور در جمع هوادارانش راهی سالن شهید بهشتی شد و برای آنها سخنرانی کرد. ما تلاش خواهیم کرد که حق رو و عدالت رو در جامعه ایران مستقر کنیم و این رو قطعاً با وحدت و انسجام میتوانیم انجام بدیم و این دقیقاً خواست مقام معظم رهبری هم هست. بارها بارها فرمودند که شما کرسی آزاداندیشی بذارید. اینا به جای کرسی آزاداندیشی کرسی دستوری و امر و نهی میذارن. این امکان پذیر نیست این جامعه به این شکل بره جلو. بعد هم به خرم‌آباد سفر کرد و به جمع مردم خرم‌آباد در ورزشگاه تختی رفت. در آخرین سفر انتخاباتی امروز ساعت 19:30 آقای پزشکیان وارد فرودگاه تبریز شد. آقای سعید جلیلی امروز به شیراز سفر کرد. بعد از زیارت حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام برای اون تغییر ریلی که به جمع مردم در این مکان مقدس رفت. دنیا فقط ستا قدرت نیست، در دنیا دویست کشور وجود داره. بعد از سخنرانی در جمع مردم با نمایندگان عشایر استان فارس دیدار کرد. ساعت 19 آقای جلیلی به مشهد رسید. انتخاب ما دکتر سعید جلیلی و در اجتماع حامیانش در ورزشگاه تختی حاضر شد. تلاش دشمنان برای توقف مسیر پیشرفت ایران اسلامی بخشی از صحبت‌های آقای سعید جلیلی در این جمع بود. کسانی که می‌اومدن بدترین جنگ رو به ملت ما تحمیل کردن، اونها دوست ندارن شما پیشرفت کنید. چه می‌کنن؟ از همین الان شروع کردن
برای برخی عرصه‌ها میخوان انحصار ایجاد کنن. اگر شما کار رو در زمان خودش اون انتخاب درست رو انجام ندهید، اونها با انحصاراتی که ایجاد میکنن شما رو 40 سال عقب میرانن. ما هستیم و تا آخر میمانیم. آقای علیرضا زاکانی صبح امروز میهمان دانشجویان علوم سیاسی و حقوق دانشگاه تهران شد. در جمع دانشجویان آقای زاکانی درباره مبارزه با فساد صحبت کرد. استاد اول توتال معلومه. بعد من حق دارم حرف نزنم، حق شما رو بخورن مردم. چه سروران عزیزم، فساد با تعارف کنار نمیره. بنده وقتی با وزیر اطلاعات توی این مملکت درگیر شدم، وزیر اطلاعات خطاکار، کسی جرأت نمیکرد سمتش بره. همچنین عصر امروز آقای زاکانی در جمع حامیانش در میدان آیینی امام حسین تهران حاضر شد. یاران طلایی، حق شماست. این که من عرض کردم هر نفر 20 میلیون معادل 6 گرم طلا در سال یارانه انرژی بگیره، به خاطر اینکه این حق مردمه. از همون فردای انتخابات هم قابل اجراست. موفقیت در انتخابات. در ادامه برنامه‌های تبلیغاتی آقای مصطفی پور محمدی به خبرگزاری فارس رفت و پاسخگوی اصحاب رسانه شد. دیدم مستندی به نام زالو که تهیه شده بود این روزا دارن پخش میکنن. دوستانی که حالا یه خورده تو بگو مگو با من بودن دقتم نکردن این مستند خوب دقت کنن. تو همین مستند آمده در سازمان بازرسی و نماینده سازمان بازرسی قوی ترین دقیق ترین گزارش رو هم به دادگاه ها داده، هم به محافل بین المللی و در جلسه محاکمه بین المللی علیه کرسن نماینده سازمان بازرسی رفته و اجازه نداد جمهوری اسلامی محکوم بشه. طرف مقابل رئیس مدیر عامل کرسن عذرخواهی کرده به خاطر اسنادی که سازمان بازرسی به او ارائه داده و اسنادی که به دادگاه در ایران اومده. زمان کیه؟ تاریخش معلوم، زمان منه. ما دو روز دیگه انتخابات شده. ساعتی بعد هم در جمع حامیان خود در سالن حجاب تهران حاضر شد. سد سکوت را بشکنید. آقای پور محمدی این نوشته را در فضای مجازی منتشر کرد. باز جریان و افرادی پیدا شدند که همون عصر امروز قبل از سفر به مشهد آقای محمد باقر قالیباف در جمع حامیانش در ورزشگاه شهید شیرودی تهران حاضر شد. که باز مردم رو از هدف اصلی و نیاز آقای قالیباف در این اجتماع خطاب به رقبای انتخاباتیش گفت: در دهه 90 که این تفکر بر کشور مدیریت کرد، نتیجهش این تورم، نتیجهش این گرانی، این مدیریت اونهاست و امروز مدعیان که این رو مجدداً در کشور تکرار کنم. حتما مردم ما متوجه این موضوع خواهم بود. فرهنگو بشناسه، اقتصاد کلانو بشناسه. عصر امروز نشست ستاد انتخاباتی آقای سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی برگزار شد و بعد اجمالاً راهبرد روشن داشته باشه برای حل و فصل اینها. در حاشیه این نشست آقای قاضی‌زاده هاشمی بر اهمیت مشارکت مردم در انتخابات تاکید کرد. امیدوارم که مردم با انتخاب کسی که تعهدات شهید رئیسی رو تعهد خودش بدونه و مسیر و سبک مدیریت شهید رئیسی رو پیشه بگیره کمک کنن تا انشالله راه شهید رئیسی عزیز امتداد پیدا بکنه و ایران قوی با یک دولت قوی و مردمی انشالله شکل بگیره. پایان زمان تبلیغات 8 صبح 7 تیر خواهد بود. یک ایران آماده حضور در انتخابات 8 تیر. با
این سوال به سراغ مردم رفتیم. حاضرین بیان؟ بله حتماً، از قبلم خودمون آماده کردیم، انتخابات قبلی هم رفتیم، حتماً میریم. 100% شرکت میکنیم. 100% حتماً وظیفه ملی ما هست. پاسخی که دلیل هم داشت. این یک وظیفه شرعی است. با اومدن در انتخابات ان شاءالله بدین رای رئیس جمهور شهید باید ادامه بدیم. برای داشتن آینده‌ای بهتر برای هممون، برای بچه‌هامون. از شهرهای مرزی کشور ما مردنشینان شهرستان مرزی هیرمند در امتداد دولت شهید رئیسی در انتخابات شرکت میکنیم. تا نقاط دیگر ایران مردم برای کشورشان برنامه دارند. رئیس جمهور اصلح و قوی انتخاب بشه تا بتونه بیشتر به مردم خدمت بکنه. با حضور حد اکثری برای همه سلیقا، فقط دشمن شاد نشیم. حضوری حد اکثری با هر دین و مذهبی. ملت بزرگ ایران مثل گذشته پای صندوق‌های رأی و به سرنوشت خودشون رأی بدن. من به عنوان یک ارمنی ایرانی که در ایران زندگی میکنم، وظیفه خودم رو میدونم که در این انتخابات شرکت کنم. گوش به ولایت فقیه هستیم. ملت بزرگ ایران را برای یک مشارکت پرشور در انتخابات دعوت میکنم. این نوع یک نوع اتحاد هست که باعث میشه که عالم، مسلمانان عالم هم از اینها درس بگیرن. باعث اقتدار نظام و باعث انسجام ملت میشه و با هر شغل، گویش و لهجه دیگران را هم دعوت میکنه. هشت تیر هنیم پای صندوقای رای انشالله رای دنیم. و حضور من دبید به خطری وی که تاوی دشمنان اسلام شعر بکنیم. هر رای ما تیری بر چشم دشمن هست. من در انتخابات شرکت خواهم کرد برای رشد و ارتقای کشورمون. من تو انتخابات شرکت میکنم چون یه وظیفه ملی میدونم. انشالله ما ورزشکاران در کنار مردم با انتخابی آگاهانه، با حضوری پرشور پای صندوقای رای میاییم. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما. کمتر از 48 ساعت مونده به انتخابات ریاست جمهوری، تریبون آزاد 23 پای حرف مردم روستای ارباب از توابع شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان نشسته. اینجا سیستان و بلوچستان است، شهرستان زابل، جایی که بعد از عبور از طوفان‌های شنی سراغ روستایی را می‌گیریم که در نزدیکی نقطه صفر مرزی قرار دارد. روستای ارباب کجاست؟ جلوتره. روستای ارباب که وقتی به آنجا می‌رسیم مردمانش منتظر تریبون آزاد انتخاباتی بودند. پیر و جوان، زن و مرد و حتی بزرگان قوم این منطقه هم راهی این برنامه بودن. سر فامیل آذریان و جور. از یه روستای دیگه اومدیم. 5 کیلومتر باید. چقدره؟ 5 کیلومتر هست. شروع تریبون آزاد انتخاباتی هم با مطالبات آنها از رئیس جمهور آینده همراه بود. حفظ ارزش پول ملی. آقای رئیس جمهور، پول ما خیلی بی ارزش شده. ایجاد شغل برای جوانان، توجه ویژه به روستاهای سیستان به منظور جلوگیری از مهاجرت. تقاضای ما از رئیس جمهور آینده این است که حقابه سیستان را از دولت افغانستان مطالبه. می گفتن که درسته که مشکل و اعتراض داریم، ولی اعتراضمون رو به زبان دیگه ای بیان می کنیم. با مشارکتی برشور در انتخابات و انتخابی شایسته و اصلح. و این هم می گفتن که مردمان سیستان و بلوچستان همیشه پای انقلاب و نظام و کشور بودن. این مردم دارالولایه سیستان هستن. آقای من نگران نباش، سیستان پر است از مطهری ها و رئیسی ها، از طباطبایی ها، از شهید میر حسینی ها، همه در انتخابات شرکت خواهند کرد. وقتی
وقتی هم سوال کردیم که چرا با وجود مشکلات باز عنوان می شود که در پای صندوقای رأی حاضر می شوید، این پاسخ ها را دادن. با نیومدن من تنها این مشکل حل نمی شه. من باید بیام اصلح ترین فرد رو انتخاب کنم. کشور مادر هممون هسته، ما باید ازش پذیرایی کنیم. این یک نوع پذیرایی است که پای صندوقای رأی. ما اصلا باید باشیم تو صحنه، اگه نباشیم واگذار کردیم صحنه رو واسه بقیه، واسه بدخواهی خودمون. انشالله انتخابی همانند شهید رئیسی داشته باشه. ما با نشان دادن حضورمون و انداختن رأیمون در صندوق دشمن رو میخواییم ناامید بکنیم. ما انتخاب میکنیم، بهترین رو انتخاب میکنیم انشالله که سرنوشت خود ما و بچه های ما بهتر بشه. خوب هست ولی بهتر بشه. مردمان مهمان نواز این منطقه بابت حضور تریبون آزاد صحبت هایی داشتند. اگه این کارا همیشه انجام بشه که مردم نظر سنجیشون انجام بشه، یعنی مردم نظر خودشونو بگن، خیلی کار مثبت و در آینده هم خیلی تاثیرات مثبتی حتما خواهد داشت. برنامه بعدی تریبون آزاد در شهر بیرجند است. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما، روستای ارباب، زابل. پاکتی که خبرنگاران ما میان مردم بردند و از مردم درباره یک شبهه پرسیدند. آقا این پاکت خدمت شما. پاکت خالیه که. نه بابا نه. به این جمله اعتماد دارم من. نظری ندارم. نظرتون چی؟ اصلا یه حرف مسخره است به نظرم. چون نتیجه انتخابات از قبل معلوم است، رأی نمیدهم. با این پاکت بین شما اومدیم و نظر پرسیدیم تا ببینیم دیدگاه شما چیه. چیندن مهرا رو. این جمله که میگن رئیس جمهور از قبل مشخصه، رأی نمیدیم به خاطر که از قبل مشخصه، موافقی؟ بله. نه. مشخص نیست دیگه، نظر شخصی مردمه دیگه، هر کسی یه چیزی میگه، نمیشه گفت. اگه پخش میکنی بگم عقب معلومه. با این جمله گفتین موافقین، چی میشه؟ توکل به خدا. من مخالفم با این. موافقم. خب چی میشه؟ شخصشو نمیدونم. بخونید بگید موافق هستین. نتیجه انتخابات از قبل معلومه، رأی نمیدم. من رأی میدم. ببین من جمهوری اسلامی رو به همه چی ترجیح میدم. واقعیت نه، من این شمچی چیزو قبول ندارم. چی نوشته؟ چون نتیجه انتخابات از قبل معلوم است، رأی نمیدهم. نه من مخالفم. با این حرف واقعا مخالف. چنین چیزی نیست. من و شما انتخابات و من و شما رئیس جمهور میتونه انتخاب کنه. آقا میگه چون نتیجه انتخابات از قبل معلوم است، رأی نمیدم. نه من به این اعتقاد ندارم از قبل معلومه. حق انتخاب با مردم هستش الحمدلله. موافق جمله هستین یا نه؟ نه. چون نتیجه انتخابات از قبل معلوم نیست و رأی هم خواهیم داد. خب غلطه. نظر من اینه که از قبل انتخاب شده اشتباهه. اصلا از قبل مشخص نیست به نظر من. پای صندوق ها میام و رأی میدم و مطمئنم که رأی منم توی انتخابات کشورم قطعا تاثیر داره. نه غلطه. من غلط. همیشه اون کسی که مردم رأی دادن در اومده دیگه. موافق چی نتیجه انتخاب از قبل معلوم است؟ خیر معلوم نیست. رأی هم میدم، سرنوشت کشورمه. من که قبول ندارم اینا. مردم ما خیلی خوبن. نمیذارن خون شهید عزیزمون پایمال شه. رأی میدن، رئیس جمهور اصلا انتخاب میشه. دشمن داریم اینه که رأی ندید. پس حتما یه چیزی هست که میگن رأی، حتما یه اثری داره. پوریا سلیمان زاده، خبرگزاری صدا و سیما. سوت پایان تبلیغات انتخاباتی 8 صبح فردا پنجشنبه 7 تیر به صدا در می آید. ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 5ش از همه نامزدها، احزاب، گروه‌های سیاسی، هواداران و عموم مردم خواسته پس از پایان مهلت زمان تبلیغات از هر گونه فعالیت تبلیغی یا بر به نفع یا بر ضد نامزدها پرهیز کنند. در روز رأی‌گیری هم همراه داشتن هر گونه اقلام یا نماد تبلیغاتی از جمله عکس و بروشور ممنوعه. بیش از 66,000 متقاضی نهضت ملی مسکن امروز صاحب خانه شدند. با حضور سرپرست ریاست جمهوری دست کم 66,000 واحد مسکونی افتتاح و بیش از 51,000 زمین رایگان به متقاضیان واجد شرایط نهضت ملی مسکن واگذار شد. آقای مخبر موضوع اشتغال و مسکن را از دغدغه‌های مهم رئیس جمهور شهید دانست. دو تا موضوع رو ایشون اعلام کرده بودند، یکی بحث اشتغال
سالی یه میلیون بود و یکی هم مسکن سالی یه میلیون بود. هر دوتا رو تشکیک میکردن که اگر مثلا اینا شدنیه نیست. خوشبختانه هر دوتا اتفاق افتاد. خود تو الان نزدیک 2,600,000 خورده ای بالاخره یا زمین دادن یا مسکن تموم شده دادن یا الان در حال ساخت است. وزیر راه و شهرسازی هم از افزایش وام نهضت ملی مسکن به 800 میلیون تومان به ازای هر واحد خبر داد. رئیس بنیاد مسکن هم با اشاره به واگذاری 600,000 قطعه زمین در سامانه تم گفت تا پایان سال این فرایند واگذاری به 1,000,000 قطعه ادامه خواهد داشت. همچنین در حوزه حمل و نقل ریلی هم امروز 558 دستگاه انواع ناوگان ریلی به ارزش 3,627 میلیارد تومان وارد شبکه ریلی کشور شد. گفتگو با 6 نفر بی پرده بی تعارف. شش نفری که تا چند روز دیگه یکیشون رئیس جمهور ایران خواهد بود. بدون تعارف 23 بر اساس قرعه کشی میزبان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود. امشب آقای علیرضا زاکانی. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم با هم بینندگی این گزارش باشیم. خدا نگهدار. جناب آقای زاکانی وقت به خیر، خوش آمدید به بدون تعارف. ممنون خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیزی که برنامه ما رو می‌بینن. عرض سلام و ادب و احترام دارم و امید دارم که انشالله برنامه مورد پسندشون قرار بگیره. سوال تکراریه اما در ابتدا در حد یک جمله بفرمایید چی شد که وارد میدان انتخابات ریاست جمهوری شدید؟ جهت عاجلش این بود که ترسیدم که وقت خدای نکرده برگرده به دهه 90 و اون دهه‌ای که به تعبیر رهبر معظم انقلاب دهه عبرت شد و اون سیاهی‌ها و مشکلاتی که برای مردم ایجاد شد. یه جنبه دوم هم داره که به هر حال معیشت مردم سفره‌شون تنگ شده و مشکلات متعددی مردم دارن. در کنارش کشور ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی داره که این رو در خصوص رفع مشکل مردم و رفع نیازهای کشور در جهت پیشرفت و آبادانی بتونیم مصروف بداریم. این دو جهت بود که ما خدمت رسیدیم. و اگر بخواید به عملکرد گذشته خودتون انتقادی داشته باشید اون چیه؟ کن تو دوره شهرداری ما شهر رو روح و جسمش رو یک پارچه دیدیم. تمام تعهدات گذشته رو پذیرفتیم که در جهت مصالح مردم و منافع شهر بود. شهردار دیگه ای بدهی ایجاد کرده بود اما ما تعهدش رو پذیرفتیم، برای اینکه باید میپذیرفتیم. ما 33 ماه تهران شهر داریم و این همون نسبتی است که دائما قبطه میخوریم که برای اینکه کارهای بزرگتری میشد انجام داد و این کارها در حقیقت چرا بهتر و چرا بیشتر کار نکردیم، اما کارهای انجام شده بیش از کارهایی است که در واقع دیگران کردن. اگر پیروز انتخابات بشید، فکر میکنید در شش ماه نخست کارتون چه گروهی یا گروهایی به عملکرد شما انتقاد میکنن و بابت چه اقدامی؟ من معتقدم که باید رفت زیر دخم عناصری که با فساد اقتصادی مانع از خیر به مردم هم و واسطه هایی که با عمل خودشون سفره مردم رو تنگ میکنن و معیشت مردم رو در خطر میندازن. به طب وقتی شما بری زیر دخم اینها بخواه اینها جاکن کنی بزنی زمین، حتما اونا میان سراغت، پولم خوب دارن که خرج کنن و تخریب کنن. ولی ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا مدافع، هیچ کس نمیتونه حریف بشه. زور میرسه به اینها؟ زور خدا میرسه و زور مردم میرسه. آخر همه دولت ها میان این فساد ریشه‌کن نمیشه، ولی مردم اینو میبینن. انشالله ریشه‌کنش میکنه به لطف خدا. من یادمه تو مجلس یه مجموعه ای رو وزیرش رو بنده آوردم برای اولین بار تو تاریخ انقلاب اسلامی و به نظرم آخرین بار اومد تو صحنه مجلس محکوم شد. وزیر مهمی هم بود و جنبه‌های امنیتی رو دنبال میکرد.
سال 83. بعد یه مدت یه پرونده رو ما داشتیم دنبال میکردیم. اون موقع من نمایندم نبودم، یه فرد عادی بودم، یه استاد دانشگاه بودم، یه پزشکی بودم که یه چیزی رسید که حق مردم داره تضییع میشه. من پیگیری کردم، به همون دستگاه زنگ زدم، به همون وزارتخونه زنگ زدم، گفتم که سیستمتون داره این خطا رو میکنه. دو نفر از مدیرانشون رو فرستادن، اومدن پیش بنده. اونجا صحبت شد، خیلی کلنجار رفتن. بعد آخرش من گفتم که اگر این باشه من حتما باهاتون برخورد میکنم. بعدش من نگاه کرد، گفتش که خب تو کی هست که میخوای با ما برخورد کنی؟ مال سال 96 97 مال این سال است. بعدش من گفتش که شما کی هستی که میخوای با ما برخورد کنی؟ گفتم من اون موقع که نماینده مجلس بودم، نماینده مردم بودم، وزیر شما رو آوردم تو صحن، محکومش کردم برای اولین بار و آخرین بار در طول این 45 سال. لطف خدا الان خود مردمم ریشه شما رو میکنم، هی بخواید فساد بکنید همینجوری راحت. بعدم یه ماجرای اتفاق افتاد، همینا اومدن شکایت کردن، اما نهایتا اونا محکوم شدن. درباره خانواده، اموال و دارایی هاتون به مردم توضیح میدید؟ من چیز خاصی ندارم. منده اولا حقوقی که میگیرم فقط حقوق هیئت علمی دانشگاه من میگیرم، دانشگاه علوم پزشکی تهران. من بیمارستان امام هستم رحمت الله علیه. حتی تو پزشکی هم کار خصوصی نکردم، به عمرم نکردم. نه که کار خصوصی پزشکی بد باشه، نه، بنده نرفتم سراغش. معتقد بودم که باید توی مجموعه دولتی کار کنم. در واقع نه سرمایه‌ای دارم، نه بانکی دارم، چیز سرمایه بانکی دارم، نه رحم به عرض دارم، چیز را اصلا به عمرم نداشتم و ندارم و هیچی. خونه ای هم که دارم یه خونه ایست که از دهه 80 خریدم و در واقع تو دهه 90 با دو مادامون و بچه هامون پلان رو هم ریختیم، ساختیم. عملا هممون داریم با هم زندگی میکنیم، و خونمون هم میدون شهدا است، خیابون ایرانه. لذا نه جای دیگه چیزی داریم، نه خونه دیگه و باغ و ویلا و زمین. خدا قبول کنه انشالله. به هیچ وجه در واقع خدمت شما عرض کنم که ماشینم ندارم و همجوری خدمت شما هست. از شهرداری حقوق نمیگیرید؟ من به هیچ وجه من مجلسم که بودم حقوق نمیگرفتم. من تو دوره عمر مجلسم نه یک ریال ماموریت گرفتم، تو عمرم تو الان ماموریت نگرفتم. نه ماشین گرفتم، نه خونه گرفتم، نه خونه ثبت نام کردم، نه ماشین ثبت نام کردم، نه هیچ. راحت راحت. و تا امروز هم که اینجا پیش شما هستم سرم بلند لنگ نشد. در دوران مسئولیتتون تا به حال در دوراهی بین تصمیم سخت و محبوبیت بین مردم قرار گرفتید؟ بارها این بوده. چی بوده؟ یه جایی رو بنده اعتراض کردم به یک موضوعی که فکر میکردم داره یه قارتی صورت میگیره. دو تا وزیر و یک برادر رئیس جمهور برای من شکایت کردن، یعنی وزارت اطلاعات و وزارت نفت به اضافه برادر آقای رئیس جمهور تو دهه 90 برای من شکایت کردن. من رفتم دادگاه. تو دادگاه اونا 8 وکیل داشتن، من تنها بودم، هیچ وکیلی هم نداشتم. ما اونجا به لطف الهی صحبت کردیم. هیئت منصفه ترکیبش سلایق سیاسی مختلفه، هر 15 تاشون رأی دادن که ایشون داره از حق مردم دفاع میکنه. اما قاضی محترم منو محکوم کرد به یک سال زندان. این یک سال زندانی که برای من گویدن سبب شد که سال 96 به خاطر اون شورای محترم نگهبان احراز صلاحیت بنده رو نکنه، چون اون یک سال زندان بدوی بود. بعدن اومد رفت، شکسته شد، توی حکم نوشتن که اون حکم سیاسی غیر شرعی و غیر قانونی بوده و فلانی از حق ملت دفاع کرده. تو اون لحظه سخت بود، تو اون لحظه، چون من گفتم میخوام برم یه خدمتی بکنم مثلا به عنوان نامزد ریاست جمهوری، لذا اینجا میتونم اغماز کنم، نمیتونم حرف بزنم. من گفتم اون حرف من میزنم برای چی؟ پیگیری میکنم برای اینکه حق مردم رو بگیرم. ممکنه تو این مسیر زد و بندی هم بشه، من محروم شم از اون خدمته، اما ایراد نداره، خدا بزرگه، خدا دفاع میکنه. بعد اون حکم اومد و شد افتخار. فکر میکنید مردم درباره شما چه فکری میکنن و چه ویژگی از شما در ذهن مردم برجسته است؟
احساسشون این هستش که ما آدم سرسختی هستیم. ما پدرمون پهلوان بود. دار بیمداری کشتی بود، پهلوان بود. ما واقعا پدرمون جوان مردی یاد گرفتیم. یعنی خدا قبول کنه. یاد گرفتیم که در مقابل دو چیز سرسخت باشیم. یکی کسایی که حق محروم رو میخورن. من تا امروز هیچ اغمازی نکردم در خصوص کسانی که حق مردم رو خوردن. بذار مردم ممکنه این سرسختی رو ببینن. نه، سرسختی ما برای که برای کسایی است که حق مردم رو رعایت نمی‌کنن، حق انقلاب رو رعایت نمی‌کنن. اگر بخواید شبهه‌ای رو که از شما در ذهن مردم شکل گرفته برطرف کنید، چی میگید؟ مثل همین قضیه قطع درختانه که میگفتن که فلانی داره. ما توی این مدتی که تو تهران هستیم، توی این سه تا زمستونی که مسئول بودیم، توی این حدود 33 ماه بیش از 3 میلیون درخت تو تهران کاشتیم. 3 میلیون درخت. و هیچ وقت هم بنده تو مخیلم نبود که درخت قطع کنم. تو همین پاک قیطریه که بیان کردن یه درخت هم نه قطع شد نه قطع میشه. ولی برای ساخت مسجد؟ بله، ولی اونم ساخت مسجد هم روی در واقع با یه منطقیه. چون ما داریم پارک هام رو درست میکنیم برای اینکه مردم وارد پارک های ما شن. چون تو پارک های ما الان برخی از عناصری هستن که امنیت خانواده ها رو گرفتن. یعنی میگید مسجد بیاد اونجا بازدارندگی ایجاد؟ فقط مسجد نیست، خانه بهداشت، مسجد، مجموعه های فرهنگی، مجموعه های آموزشی. مسجد برجسته شد دیگه کنه. نه نه، این علتش این بود که یه عده علاقه دارن که چهره آدم ها رو جور دیگه نشون بدن. تو ذهن مردم چیه؟ مثلا خیابون ولیعصر رو نشون میدن که درختاش قطع شد. خب مال سال 97 ربطی به ما نداره که. لذا اونی که تو ذهن مردم ناظر به ما خیلیاش، یا مثلا الان همین الان تو همین مناظرات ما حرفایی رو میزنیم مثل روز روشنه، اسنادش موجوده. میگه کسی میاد تکذیب میکنه. خب اقلا قبلش که میخواهید تکذیب کنید برید یه سرچ اینترنت هم بکنید در واقع، بعد بیاید تکذیب بکنید که خلاف در نهایت حرفتون. من اجازه دارم یکی دو مورد رو مطرح کنم؟ هر چی که هست. مثلا در خصوص تحصیل دخترتون در اروپا شاید شبهه‌ای در ذهن مردم باشه. بله، از این جنس. من چون در واقع این جنبه اخیر رو گرفتم باره. که دی خیلی حالا اگه مایلید البته. حتما حتما، من برای همه چی مایلم. یعنی اصلا من چیزی نیستش که بخواد پوشیده باشه و اینها. کن من سه تا دختر دارم با خانوممون توی ساختمون زندگی میکنیم با دومادامون. شما راجع به دختر دومی من صحبت میکنیم. دختر دومی من فارغ التحصیل دانشگاه شریفه. فارغ التحصیل دانشگاه شریف. الانم داخل ایران داره زندگی میکنه، تو همون یکی از طبقات ماست. دو تا هم فرزند داره. تحصیلشو انجام داد. برگشت الان داره خدمتشو انجام داد. فکر میکنید چه زمانی بازنشسته بشید و چه برنامه‌ای دارید برای اون دوره؟ من فکر میکنم یه بسیجی هم. افتخارم میکنم. بسیجی هم بازنشستگیش با شهادت. اولا. به اعتقاد من یه پزشکم. و افتخارم میکنم که پزشکم. خیلی لذت میبرم. من عرضم این استش که ما بازنشستگی نداریم و بله اگر هم یه فرصتی شد دیگه مسئول نبودیم میریم کادرسازی میکنیم، میریم فکر میکنیم، میریم خدمت به مردم میکنیم. و فکر میکنید اختیارات کافی قانونی برای انجام وظیفه به عنوان رئیس جمهور در ایران رو دارید؟ به اعتقاد من رئیس جمهور اختیارات بسیار خوبی رو داره و به عنوان نفر اجرایی اول کشور و نفر دوم بعد از رهبری معظم حتما اختیاراتش اختیارات ویژه‌ای است برای خدمت. اگر بعضی از مواقع بهانه‌ای صورت میگیره بیشتر برمیگرده به اینکه کسی کم میاره قور میزنه رو دوشت گشتی رفته زمین خورده، میگم نمیدونم یکم سر بود، نه یکم چی بود، نه یکم قور میزنن. نه، اختیارات هست. به اعتقاد بنده میشه تحولات بزرگی در کشور با مردم ایجاد کرد، با مردم و در تبعیت از رهبر و ولی جامعه میشه کارهای بسیار بزرگی کرد که دیگران انگشت به دهان بگیرن، که خارجی ها دارم عرض میکنم که ایران چگونه داره با سرعت در ابعاد مختلف پیشرفت میکنه. ابتدا بدون تعارف با هوادارانت هم تشکر میکنم، هم میگم رعایت حقوق همه رو انجام بدم به ویژه رقبا.
بدون تعارف با مخالفان و منتقدان. سینه من گشاده است برای شنیدن حرفای اونها و اتفاقا ما با مخالفترین آدم هامونم بعض موقع دوستی بسیار ویژه‌ای داریم و به هیچ وجه در واقع مخالفت رو مبنای دشمنی بنده نمیگیرم. و در پایان بدون تعارف با مردم، خادم شما، خادمی که برای خدمت گذاری به شما منت میکشه، که لطف میکنید بار بر عهده ما بگذارید نوکریتون. خیلی متشکرم آقای زاکانی که در بدون تعارف شرکت کردید و پاسخ به سوالات. ممنونم از شما. بزرگواری علی آقا، بزرگواری.